همه شب در آرزویم که به کل به اندرائی چو چراغ لانه سوزم که به خواب من بیایی. گل نرگسم کجایی؟ همه شب بهانه گیرم، همه جا تو را به جویم. در سینه می کنم باز که به خلوتم بیایی. گل نرگسم کجایی؟ السلام علیک یا حجت الله فی ارضه، السلام علیک یا عین الله فی خلقه، السلام علیک یا نور الله الذی یهتدی بالمهتدون و یفرج بهی عن المؤمنین. السلام علیک ایها المهذب الخائف، السلام علیک ایها الولی الناصر، السلام علیک یا سفینة النجاة، السلام علیک یا غین الحیات، السلام علیک صلى الله علیک و علی آل بیتک الطیبین الطاهرین. السلام علیک اجل الله لک ما وعدک من الناس و ظهور الاب. السلام علیک یا مولای انا مولاک، عارف به اولاک و اخراک، اتقرب الى الله تعالی بک و به آل بیتک و انتظر ظهورک و ظهور الحق على يدك. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، والسلام علینا وعلى عباد الله الصالحین، السلام على المهدی الذي وعد الله عز وجل به الامم ان يجمع به الكلم ويلم به الشعث ويملا به الارض قسطا وعدلا ويمكن له وينجز به وعد المؤمنين. با سلام و عرض ادب و ارادت به محضر مقدس آقا و ولی من حضرت بقیت الله صاحب العصر و الزمان، و با سلام به بینندگان گرامی که این بحث ها رو دارن دنبال می فرمایند، بحثی که آغاز کردیم و اکنون داریم دنبالش می کنیم بحث مهدویت در خود قرآن کریم بود. در این راستا مقدماتی رو خدمت بینندگان عرض کردیم، تکرار می کنیم. نمی توان قبول کرد که در آیین مقدس ما و در قرآن کریم نسبت به مسئله خاتمه جهان و سرانجام کار این دنیا و عاقبت کار متقین بحثی به میان نیامده باشد. آیات متعدده قرآن کریم بر این مطلب گواهی می‌دهند که سرانجام به دست توانمند فردی که الهی است، منجی است، مصلح است، خدای متعال تحول و دگرگونگی عمیق را در این جهان هستی ما ایجاد خواهد فرمود. آن شخصیت مهدی است که همه مسلمان ها به او معتقدند و ما شیعیان این مهدی رو به مشخصات زیادتری میشناسیم و قبول داریم و پذیرفته ایم. فرزند امام حسن عسکری، مادرش نرجس خاتون سلام الله علیهما، و فرزند نهمی امام حسین، فرزند دهم حضرت امیرالمؤمنین و فرزند پیغمبر اکرم و فرزند فاطمه زهرا است. این مشخصات این بزرگواره که شیعان به آن باور دارند، اعتقاد دارند، قبول دارند
ولی در قرآن کریم همونطور که عرض کردم آیات متعددهی وجود داره که در باره این قضیه سخن به میان آورده است. مثلا فرض بفرمایید والعاقبت للمتقین، عاقبت کار از آن تقوا پیشگان است. و ما به دنبال این قضیه در قرآن کریم تفحصی کردیم، یک بررسی کردیم که برخی از آیات رو که متعلق قطعی است به این ماجرا و این رخداد عظیم در تاریخ بشر، اونها رو بیابیم و مطرحش کنیم و در همین ارتباط به دو تا آیه در سوره مبارکه مائده و سوره مبارکه نور ما توجه پیدا کردیم و توجه دادیم بینندگان گرامی را که قرآن کریم نسبت به آینده چه تصویری رو ترسیم میکنه برای ما. امروز در این برنامه به مطلب دیگری و آیت دیگری توجه پیدا خواهیم کرد و این آیه‌ای که در سوره مبارکه توبه به شماره 34 وجود داره و اون آیه این است: هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله ولو کره المشرکون. پروردگار سبحان همون خدایی است که پیغمبرش رو با مشعل هدایت فرستاد و با دین حق فرستاد. از آن روی این پیغمبر رو فرستاد با مشعل هدایت و آیین حق، لیظهره علی الدین کلهی، تا آن که این پیغمبر را و دین این پیغمبر را بر همه ادیان پیروز گرداند. لیظهره علی الدین کله، حتی در این راستا و در این پیروز گرداندن پیغمبر و آیین پیغمبر، ولو کره المشرکون، مشرکان کراهت داشته باشند، این مطلب را ناپسند داشته باشن، ولی خدای متعال این کار رو انجام خواهد داد. خب درسته الان در جهان ما بیش از 1,500,000,000 مسلمان وجود داره، ولی در برابر جمعیت 7 میلیاردی جهان ما این عدد عددی نیست که بخوایم بگیم اسلام همه جهان رو گرفته. بذار همه چیز در این جهان ما وجود داره. مسیحیت هست با جمعیت زیاد، یهودیت هست، بودیزم هست، پیروان کنفوسیوس هستن و ادیان و فرق متعددی دیگر. پس بنابراین هنوز این قضیه واقع نشده، چون سری قرآن کریم این که اون پیغمبر و دین اون پیغمبر بر همه ادیان پیروز خواهد شد، اصلا جز یک دین باقی نخواهد ماند. پس معلوم این وعده هنوز محقق نشده. حال این وعده قرار محقق بشه، به دست چه بزرگواری قرار محقق بشود؟ از وجود مقدس امام صادق علیه السلام در این ارتباط ما مطلبی داریم که امام فرمودند والله ما انزل تأویلها بعدو، هنوز تأویل این آیه، چون در زیر این ظاهری که از آیه بیان کردیم یک باطن و قسمت درون وجود داره. ظاهر آیه این که خدای متعال پیغمبر و دین پیغمبر رو بر همه ادیان پیروز خواهد گردانید، اما امام فرمود هنوز باطن و زیر و تأویل آیه روشن نشده، آشکار نشده و نیامده است. راوی سوال میکنه قلت و جوئل تو فداک و متا ینزل، قربونت برم چه وقت این به اصطلاح تأویلش خواهد آمد؟ قال حتی یقوم المهدی علیه السلام. البته امام تعبیر دیگری فرمودن که من اون تعبیر رو ذکر میکنم، قاف و الف و همزه و میم، فرمود اون زمانی تعبیر آیه خواهد آمد که مهدی علیه السلام ظهور کند انشاء الله. در روایت هم عیناً کلمه انشاء الله وجود داره. فاذا خرج المهدی، اون زمانی که مهدی علیه السلام ظهور بکنه و خارج شود از غیبت خودش، اذن خدایی صادر شود و حضرت اقدام کنه به خروج، لم یبق کافرون ولا مشرکون الا کره خروجهو، هم کافران و هم مشرکان حتما از خروج مهدی و ظهور مهدی کراهت خواهند داشت. حتی لو کان کافران و مشرکن فی بطن سخرتن لقالت سخره،
یا مؤمن فی بطنی کافرون او مشرکون فقتله. زمانی که ظهور بکنه مهدی انشاءالله، انشاءالله ظهور بکنه، از ترس مهدی کافر و مشرک میره پشت سنگ قایم میشه، داخل سنگ میره قایم میشه. اصلا در این هنگام سنگه به صدا در میاد، به مؤمنانی که در محضر مهدی علیه السلام هستند سنگ میگوید ای مؤمن در دل من کافری و یا مشرکی مخفی شده، پنهان شده، او رو خارجش بکن و بکشش. چون یکون الدین کله لله، اون وقتی که تنها یک آیین باقی میمونه. تصور البته نکنیم که حضرت مهدی قرار اصلا بکشه، یعنی کارش فقط کشتار باشه، اصلا این نیست. این مرحله آخر کاره. حضرت وقتی ظهور میکنه با اهل هر دینی به زبان دین خودشون صحبت خواهد کرد، با اهل هر دینی به زبان دینشون صحبت خواهد کرد، حجت اول بر اونها تمام میکنه. بزا خیلی ها وقتی حضرت صحبت میکنن برمیگردن و میان به میل و رغبت خودشون میان و مسلمان میشن، یه ده نه میمونند، یعنی بر بغض و لجاجت خودشون باقی میمانند، بر نمیگردند به سوی آیین مقدس اسلام و به سوی آیین حق تشیع. اون وقت حضرت به اونها هجوم میآورد، اینا ما ترسشون فرار میکنند، منتها هر جا فرار کنند و بروند از دست امام در امان نخواهند بود و حتما حضرت اونها رو به چنگ خواهد آورد. و چون حرف حق را پذیرا نبودند و بر باطل خودشون باقی ماندند و بر این مطلب اصرار ورزیدند، لذا اونا دیگه حق حیات و زنده ماندن رو نخواهند داشت. از جمله آیات دیگری که در این ارتباط وجود دارد و اقامه شده بر خروج و ظهور مهدی علیه السلام در قرآن کریم، لقد ارسلنا موسی با آیاتنا ان اخرج قومك من الظلمات الى النور. ما موسی رو فرستادیم، آیاتی رو هم به موسی دادیم، به موسی هم اینجور فرمودیم، خدای متعال میفرماید که قوم خودت رو از ظلمت ها و تاریکی ها به سوی نور خارجشون بکن. وقتی بیان به آیین خدا ایمان بیاورند به طرف نور آمدند، وقتی ایمان نیاوردند در ظلمت و تاریکی هستند. و ذکر هم به ایام الله، خدای متعال به حضرت موسی فرمان میدهد که قومت رو متذکر کن، متذکر ایام الله بکن، یعنی روزهای خدایی. حالا ایام الله کدام هست که در معصوم علیه السلام در زیر این آیه که امام صادق است و ائمه دیگر فرمودن ایام الله ثلاثه، سه روز روزه خدا وجود داره. یوم المهدی صلوات الله علیه، و عرض کردم حدیث به گونه دیگری نقل میکنه، من برای که بلند نشیم از جا این بحث رو به این ترتیب براتون مطرحش کردم، اون روزی که مهدی علیه السلام ظهور بکنه، یوم الموت و یوم القیامه، روزی مرگ انسانی و روز قیامت، این سه روز ایام الله هستن. ولی شما نگاه میکنید قبل از یوم الموت و یوم القیامه یوم مهدی علیه السلام آمده، خیلی مطلب مهمیه، چون قرار چهره جهان دگرگون بشه، مردم رو به ایام خدا یادآوری کن. ای موسی، ایام خدا در رأسشون روز ظهور مهدی علیه السلام است. چرا این همه اهمیت برای روز ظهور مهدی؟ بزرگواری جمله ای میگفت شما نمیدونید زندگی کردن در زمان ظهور مهدی چه مزه ای داره، چه کیفی داره، چه لذتی داره. اگر شما میدونستین یه روز زندگی کردن در زمان حکومت مهدی چه مزه ای داره، از همه کاراتون دست بر می داشتید، فقط و فقط کارتون رو این میکردید که خدا یا مهدی رو برسون، خدا یا ظهور مهدی را برسان. اینقدر کیف داره، اینقدر لذت داره، اینقدر خلاصه مایه خوشامد خواهد بود برای انسان ها. پس بنابراین
یوم ظهور مهدی از ایام الله، ما هم منتظر ظهورش هستیم انشاءالله. از خدا هم درخواست میکنیم، تقاضا میکنیم که ظهور او را هرچه زودتر مقدر و مقرر بفرماید انشاءالله. تو داری از برام دل در برام نیل، آی هوای دیگری اندر سرم نیابا. به جان دلبرم که از هر دالم های های تمنای دگر جز دلبرم بار خیشتن تا یاد دیرم گل زهرا از هجرت ناله و فریاد دیرم نمن آقا جان به قول مرحوم کافی عرض می کرد به ساحت مقدست به سر زهرا پیر مردم مردم جوانا پیر شدن نیومد و عمر خیشتن تا یاد دیرو هجرت ناله و فریاد دیرم ندارم خاطر شادی به خاطر همیشه خاطر ناشادی رو آی عزیزا کاسه چشمم سرایت میونه هر دو چشمان جای پایت از آن ترسایم که قافل پا گذاری نشین خار مجگونم به پای. آیه دیگری که در این زمینه مطرح شده در قرآن مقدس، چون بحثمون فراموش نشه مهدویت در قرآنه، آیه سه معبولا ما موقعی گرفتاری ها میخونیم در سوره مبارکه نمل به شماره 62 وجود داره. امن یجیب المضطر اذا دعاه و یک شف السوء و یجعلکم خلفاء الارض. امن یجیب یعنی کیه جواب بده، جواب کیو بده؟ امن یجیب المضطر کیه که جواب درمانده رو میده اون زمانی که اون درمانده دعا میکنه و یک شف و سو و بدی را و زشتی رو از اون مضطر و درمانده دفع میکنه، از بین میبرد و یجعلکم خلفاء الارض. وقتی که این بدی رو از شما برد اون وقت چیکار میکنه؟ اون وقت شما را جانشینان خدا در روی زمین قرار میده. این آیه شریفه که حالا ما قسمت اولش رو بدتن بخونیم، امن یجیب المضطر اذا دعا و یک شف السوء، او رو میخونیم. این آیه به هنگام گرفتاری، به هنگام روی آوردن دشواری ها و مشکلات بر انسان، طور معمول مسلمان های متدین میخونن آیه رو، میخوان از خدا درخواستی بکنن، میخوان خدای متعال اجابت بکنه، در خونه خدا میرن اینجوری خدا رو میخوانن و با این آیه میخوانن. اما باز این آیه یک جنبه باطنی و جنبه تعبیری داره. حضرت صادق سلام الله علیه
می‌فرمایند که این آیه نزلت فی المهدی علیه السلام، اساسا این آیه در مورد مهدی نازل شده. اساسا هو والله المستر الذی اذا صلى فی المقام رکعتین، مستر واقعی اونه، درمانده واقعی مهدیه که میاد در مقام ابراهیم در خانه خدا اونجا دو رکعت نماز میگذارد و دعا الله فعجابه، اون وقت چیکار میکنه؟ خدا را میخواند و خدای متعال هم اجابت میکند خواست او را و یک شف و سو، خدا بدیها را از او دفع میکنه و یجعله خلیفتا فی الارض. این درباره مهدی مصداق اولیه و واقعی آیه شریفه حضرت مهدی علیه السلام. حضرت همواره داره دعا میکنه، اون روزی هم که قرار ظهور کنه انشاءالله، میاد در خانه خدا در مقام ابراهیم دو رکعت نماز میخونه و خدا را میخواند، چون بزرگترین دشواری و سختی برای حضرت مهدی غیبته، بزرگترین دشواری برایش اونه و بزرگترین آرزوش و خواستش ظهورشه. سخته دیگه، بیش از 1000 سال حضرت داره مخفی زندگی میکنه، بیش از 1000 سال شاهد و ناظر رنجها و دردهای شیعیان خودش هست، میبینه و دشواره دیگه. حالا خدای متعال مصالحی داره، حضرت هم در برابر مصالح خدا تسلیم، البته فقط دعا میکنه. و عجیب است، شاید در شرح حال بسیاری از افرادی که خدمت وجود مقدس مهدی علیه السلام رسیدن شاید مطلب پیدا بکنید که حضرت دو اونها فرمودن به شیعیانم بگید که برای فرج من دعا بکنن، برای ظهور من دعا بکنن. خیلی بر حضرت گرانه، دشوار این قضیه، در حال غیبت باشه و مشکلات شیعیان رو خلاصه حضرت ببیند و بشنود و بداند و متأثر و متأسف از این قضایا باشه. خدا هم دستش رو بسته، البته به این شکل بسته است که بهش اجازه ظهور نمیدهد. حضرت مهدی علیه السلام در انتظار این قضیه است، خدا اجازه ظهور به او بده، بلند شه، قیام کنه و جهان را به نور توحید و عدالت منور بکنه، کمون که از ظلمت شرک و از ظلمت فساد و ظلم جهان ما آکنده است انشاءالله. ما هم منتظر ظهورش هستیم انشاءالله. باز آیه دیگری که وجود داره در سوره ملک آیه شماره 30 هست، قل ارعیتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین. ظاهر آیه عجیب غریبه، باز آیه باطن داره و تعبیر داره. خدای متعال به پیغمبرش فرمود بگو ای مردم، شما ممکنه صبح بلند شید اینکه آب در سرزمین شما به زمین فرو رفته، وقتی اینو ببینید چیکار میکنید؟ فمن یأتیکم بماء معین، چی برای شما آب گوارا خواهد آورد؟ جواب معلومه چی، البته یعنی خود خدا باید بیاره. این ظاهر آیه است. آب یعنی همین آب معمولی، وسیله حیات ما، وسیله شرب ما، نظیر اینا. اگر روز صبح بلند شیم که تمام آبمون خشکیده رفت رو زمین، چی میتونه این کار رو بکنه که برداره و آب گوارا برای ما بیاره؟ خدای متعال این کار رو خواهد. این ظاهر آیه است. حالا از این بزرگواران یعنی مبینین قرآن کریم ما در این ارتباط روایات داریم. حضرت رضا علیه السلام در زیل این آیه شریفه قل ارعیتم ان اصبح امامکم غائبا فمن یأتیکم به امام مثله. این آب وسیله حیات رو امام علیه السلام به عنوان امام گرفتن، کنایه از امام گرفتن. اگر وضعتون اینجوری باشه که امامتون غیبت اختیار کنه، غیبت رو بگزیند، خب چه کسی میتونه براتون امامی مثل اون امام برداره بیاره؟ این نشان دهنده غیبت مهدیه. حضرت غیبت خواهند داشت، حضرت غایب خواهند شد. امام صادق علیه السلام با ذیل این آیه
قل ارایتم انقاب عنکم امامکم انقاب عنکم امامکم فمن یعتیکم به امام جدید. خب اگر اینجور بشه که امامتون غایب باشه و غایب شود، چه کسی امام رو مجدد براتون خواهد آوردش؟ این که مسئله غیبت امام علیه السلامه، این ما اکم این اصبح ما اکم غورا، نشاندهنده غیبت وسیله حیات هستی حضرت مهدی علیه السلام. همه افراد مشتاق و شیفته منتظرند که این شخصیت گرانقدر عزیز حضرت صاحب الامر ظهور بکنه، ظهور بکنه و جهان را روشن کنه به نور وجود خودش، بعدم به قدرت و توانمندی الهی خودش انشاءالله اقدام بکنه، جهان را یک پارچه و یک کاسه کنه، حکومت واحد جهانی تشکیل بده بر مبنای توحید، بر مبنای عدالت، چیزی که دنیای امروز ما شدیداً نیازمند آن هستش. و باز آیه دیگر رو بگیم در سوره مبارکه تکویر، فلا اقسم بالخنس الجوار الکنس، سوگند به ستارگان پنهان شونده در کنار ستارگان آشکار شونده، با ستاره های پنهان، ستاره های آشکار. اما این آیه تعویل داره، امهانی ثقفیه میگه از امام باقر علیه السلام درباره این آیه پرسیدم تعویل این آیه چیه، امام اینجوری جواب داد، امامون یخنس فی زمانهی عند انقضاء من علمهی سنت ستین و معتین. مراد از این ستاره پنهان شونده امامیست که مخفی میشه در چه سنی، در چه سالی، در سن 5 سالگی مخفی میشود، در چه سالی این کار انجام میگیره، در سال 260 این کار انجام میگیره، سنت ستین و معتین، سال 260 حضرت مهدی علیه السلام 255 به دنیا آمد، در 5 سالگی که مقام امامت رو خدای متعال به او عنایت فرمود بعد از شهادت پدرش امام حسن عسکری، حضرت غیبت همون زمان آغاز شد. این مراد از این ستاره پنهان شونده حضرت مهدی است که غیبت انتخاب میکنند در سال کی؟ در سال 260. آنگاه ان شاء الله همانند یک شهاب، یک ستاره‌ای که آسمان رو در مینوردد، ستاره بسیار فروزنده، این بزرگوار ظاهر می شود فی ظلمت اللیل، در ظلمت و تاریکی شب به اصطلاح تاریک جهانیان، فان ادرکت ذلک قرت عیناک، اگر این زمان رو درک کردی، این حالتو که مهدی ظهور بکنه، در اون هنگام، هنگامی است که می توانی بگی و مطمئن باشی که چشمانت به چش جمال این بزرگوار روشن شده، چش روشنی بهت دادن، رو این جهت حضرت غایب میشه در سال 260، آشکار میشه، ظهور میکنه، کی نمیدونیم، خودش هم نمیدونه، ولی چطور ظاهر میشه؟ مانند ستاره درخشنده در دل آسمان ظاهر میشه، در دل آسمان دین ظاهر خواهد شد، از مکه مکرمه. هر کس اون زمان رو دریابد در این تردید نیست که چشمش روشن شده به دیدن اون ایام، اون ایام سراسر سرور، سراسر افتخار، سراسر نور. انشاءالله ما هم جز افرادی باشیم که از منتظران ظهور و بزرگواری. آیات تو این زمینه بسیار زیاده، منتها وقت ما محدوده، به مقداری که وقت داشتیم در زمینه آیاتی که در قرآن کریم درباره مهدویت آمده براتون سخن گفتیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. روح هستی ای شکوه حق پرستی، از خدا چیزی نخواهم، هرچه میخواهم تو هستی، روز و شب با شوق نگاهت گل نرگس، منتظر هستم سر راهت گل نرگس، روز و شب با شوق نگاهت گل نرگس، منتظر هستم سر راهت.
نرگس.